ده ها تن از تاجران جوان طی یک گرد همایی در هرات، ناامنی ها، نبود سیستم درست مالیاتی و عدم حمایت دولت را از عمده ترین چالش های سد راه تجار در افغانستان می دانند. شماری از این تاجران می گویند این مسئله سبب شده است تا بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نسبت به افغانستان بی اعتماد شوند. با این حال مقام های محلی هرات ناامنی های موجود و تاثیر بد آن روی صنعت را میپذیرند، اما تاکید می کنند که دولت برنامه های تازه‌ای برای سهولت در پرداخت مالیات برای تاجران روی دست گرفته است. همکارم رضا امینی گزارش می دهد. ناامنی ها و نبود سیستم درست مالیاتی از عمده ترین چالش های تاجران جوان در هرات. شماری از تاجران در این گرد همایی تاکید می کنند که کمبود انرژی برق، نبود سیستم مالیاتی مناسب و افزایش ناامنی ها در کشور سبب شده است تا علاقمندی سرمایه گذاران خارجی نسبت به افغانستان کمرنگ شود. در روند مالیاتی، اخذ جواز و از همه مهمتر، ما امروزه در هرات خود ضرورت به یک مرجع حل منازعات تجارتی داره. اگر این مشکلات برطرف بشه، من باورمند هستم تجار سرمایه گذاری بیشتر میکنند و همین لحظه شما دو یا سه شرکت نوشیدنی که در هرات اگه آمار بگیرین، شما در تا یک ماه گذشته قیمت از اونها چندین برابر شده. این برنامه به منظور تشویق تاجران به سرمایه گذاری داخلی از سوی انجمن تاجران جوان در هرات برگزار شده است. مسئولان برگزاری این برنامه تأکید می کنند که اگر بیتوجهی های حکومت به همین گونه ادامه یابد، تا چند سال بعد میزان سرمایه گذاری در کشور به گونه چشمگیری کاهش خواهد یافت. بیشتر تاجرای جوان به مشکلات مالیه، به مشکلات بیشتر اخذ جواز و یا هم به مشکل امنیتی که متاسفانه دوچار کشور ما و شما هست، بیشترین مشکلات تاجرای جوان هست. با این حال مقام های محلی هرات ناامنی ها و تأثیر بد آن روی تجارت در کشور را میپذیرند، اما پافشاری می کنند که حکومت برنامه جدیدی برای بهتر شدن سیستم مالیاتی تاجران روی دست دارد. این موضوعی بود و دغدغه بود که ما همگنی مال از اینا هست. با آمدن جناب آقای قیومی به عنوان سرپرست وزارت مالیه در سفر اخیری که به هرات داشتن، این موضوع مطرح شد و انقریب یک سفر دیگه دارم و اونا هم وعده هایی کردن که انشالله همین موضوع بررسی بشه، بعد از بررسی یک راه حل مناسبی در خور شان هم دولت هم تاجرای عزیز ما سهولت ایجاد بشه. این در حالی است که طی سالهای متمادی تعداد زیادی از فابریکه ها در شهرک صنعتی هرات تعطیل شده است، اما در روزهای اخیر در کنار ناامنی ها پرچبی برق در شهرک صنعتی هرات نیز ضربه بزرگی به فابریکه داران در این ولایت وارد کرده است.